سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در نخست توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. اتاق تجارت و صنایع شرکت رئیس جمهور را در نشست جهانی اقتصاد سودمند خواندند. اعضای این اتاق میگویند این نشست فرصت خوبی برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در افغانستان است. در همین حال رئیس جمهور غنی در حاشیه این نشست از این پروژه های انکشافی آمریکا خواسته است که کمک هایشان را در بخش انرژی متمرکز کنند. ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا با شرکت در اجلاس اقتصادی داووس بار دیگر از آمادگی نهاد تحت امرش برای تقویت اوضاع اقتصادی حوزه پول یورو خبر داد. رئیس بانک مرکزی اروپا ضمن تاکید بر آمادگی این نهاد برای تطبیق سیاست‌های پولیش با اوضاع اقتصادی گفت روند بهبود اوضاع اقتصادی کند اما پایدار است. این بهبود بر مبنای مصرف قابل توجیه است. موتور این روند سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا است. وزیر احیا و انکشاف دهات در سفر به ولایت‌های پکتیا، خوست و لغمان پروژه‌های انکشافی را در این ولایت‌ها به بررسی گرفت و نیز از این میان برخی از پروژه‌های کاریابی را افتتاح نمود. هدف از این سفرها توجه به پروژه‌های ولایتی و بهبود کارها در این ولایت‌ها گفته شده است. و برای بحث بیشتر اکبر رستمی سخنگوی وزارت انکشاف دهات با ما اینجا هستند و آقای رستمی خیلی هم خوش آمده. تشکر. آقای رستمی، سفر که وزیر صاحب انکشاف دهات به این سه ولایت که قبلا نام بردیم داشتن، هدف اصلیشان چی بود و واقعا چقدر پروژه ها به بررسی گرفته شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما همکاران تکنیکی آریانا نیوز و بینندگان محترم آریانا نیوز. علیکم سلام. همان قسمی که شما اشاره کردین، وزیر احیا و انکشاف دهات طی هفته که گذشت به سه ولایت، ولایت های لغمان، پکتیا و خوست سفری داشتند. از میان از سه ولایت در ولایت های لغمان و ولایت های خوست در کنار بهره برداری از یک تعداد پروژه های انکشافی و بررسی از پروژه های انکشافی، پروژه کاریابی وزارت احیا و انکشاف دهات رسما افتتاح کرد. از خوب است که از ولایت لغمان آغاز بکنیم. در ولایت لغمان هفته گذشته پروژه کاریابی افتتاح شد. پروژه کاریابی وزارت احیا و انکشاف دهات زیر چتر برنامه ملی کاریابی برای صلح حکومت وحدت ملی طرح شده است. در مراحل مختلف قرار است پروژه کاریابی تطبیق شود. در مرحله اول 12 ولایت در 3734 قریه، یعنی 46 ولسوالی پروژه تطبیق میشه. ولایت های لغمان و خوست از جمله 12 ولایتی هستند که قرار است در مرحله اول پروژه کاریابی در این ولایت ها تطبیق شود. در ولایت لغمان مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات قرار است که در پروژه کاریابی 292 پروژه های انکشافی را مورد حفظ، مراقبت و بازسازی قرار بده. هزینه مجموعی که برای ولایت لغمان در نظر گرفته شده و یک شنبه گذشته رسما افتتاح شد 152.3 میلیون افغانی است که از کمک های بانک جهانی پرداخت میشه. با استفاده از این پروژه هایی که در ولایت لغمان افتتاح شد، برای بیش از 18000 تن از هموطنان ما در ولسوالی قرغیی و شهر مهترلام زمینه های کاریابی کوتاه مدت مساعد میشه. کاریابی که در یک فصل نیاز است، در عین زمان هم پروژه ها مورد حفظ و مراقبت قرار میگیره و هم بر هموطنان ما در ولایت لغمان زمینه های کاریابی مساعد میشه. پروژه ها تا چه زمان است؟ پروژه ها متفاوت است. پروژه کاریابی در مرحله اول 12 ولایت است. بستگی به این داره که یک پروژه کارش تا چند ماه حفظ و مراقبت قرار میگیره. بعضی پروژه هایی هست شاید به 6 ماه نیاز داشته باشه، بعضی پروژه هایی هست 1 الی 1.5 ماه تمام میشه، پروژه هایی هم هست در 3 ماه تمام میشه. او بستگی به بزرگی پروژه داره. در عین زمان ما میخوایم که این پروژه ها چقدر شفافیت واقعا وجود داره. ما میخوایم در این قسمت، چون شما از 3 ولایت سوال کردین، یک کمی جزئیات بتون و بعد برای مسئله شفافیت و کیفیت پروژه هم اشاره حتما داریم.
در این زمان در کنار پروژه کاریابی که در ولایت لغمان افتتاح شد، وزارت احیای انکشاف دهات طی 14 سال گذشته 2848 پروژه انکشافی را در ولسوالی های مختلف لغمان تطبیق و بهره برداری سپرده که از این میان در سال مالی 1394 وزارت احیای انکشاف دهات 549 پروژه را به ارزش 11.9 میلیون دلار، یعنی حدود 12 میلیون دلار تکمیل و بهره برداری سپرده که یک تعداد از این پروژه ها روز یک شنبه آینده رسما افتتاح و بهره برداری رسید. همچنان برای مردم لغمان عزیز وزیر احیای انکشاف دهات گفتند که قرار است طی سال مالی 1395 کار 191 پروژه نیست که در حال حاضر جریان داره تکمیل شود و بهره برداری سپرده شود. در این زمان در سفری که ما به ولایت پکتیا داشتیم، سوالی که شما اشاره کردین، به صورت وزیر احیای انکشاف دهات به تعداد از پروژه ها دیدن کردن تا هم پروژه ها به شکل با کیفیتش تطبیق شود و در این زمان نظارت دقیق از پروژه ها صورت بگیرد، چون زمانی که مسئولی درجه اول یک وزارت میره در ولایت ها عملا از پروژه های خود بازدید میکنه، نظارت میکنه، این طبعا در راستای کاهش فساد اداری و جلوگیری از فساد اداری و در نهایت تطبیق با کیفیت پروژه ها نقش اساسی را داره. از میان پروژه هایی که در 34 ولایت افغانستان تطبیق شده، در ولایت پکتیا هم طی 14 سال البته 2620 پروژه به ارزش 43 میلیون تکمیل شده که از این میان 652 پروژه در سال مالی 1394 تکمیل شده و کار یک تعداد پروژه هم در ولایت نیمروز، در ولایت پکتیا جریان داره. در این زمان در سفری که ما به ولایت خوست داشتیم، در کناری که از پروژه ها نظارت شد به ولسوالی هایی که حتی نامترین ولسوالی ها بود، وزیر احیای انکشاف دهات سفر کردند. ما به ولسوالی مندوزه رفتیم، در این زمان پروژه های کاریابی خود در کنار ولسوالی مندوزه، ولسوالی زازه، ولسوالی گربوز پکتیا و یک تعداد از قریه هایی که در چهار اطراف شهر خوست موقعیت دارند، پروژه های کاریابی در نظر گرفته شده. در ولایت خوست هم مانند لغمان در مرحله اول پروژه کاریابی جریان داره. خب این که برای دوست مخاطبا شاید سوال طرح شود که چرا مثلا ولایت پکتیا شامل برنامه کاریابی نبود و این دو ولایت دیگه شامل مرحله کاریابی بود. در پروژه کاریابی وزارت احیای انکشاف دهات سه شرط اساسی در نظر گرفته شده. شرط اول، یعنی معیار اساسی، وضعیت آب و هوا است. ما ولایت‌هایی را انتخاب کردیم که بتانیم در زمستان به راحتی پروژه خود را تطبیق بکنیم که ولایت پکتیا زمستان بسیار سرد را داره، بله سرد سیر است و خوست و لغمان از ولایت‌های گرم سیر است. به همین لحاظ ما در این ولایت‌ها پروژه های کاریابی را در نظر گرفتیم و در ولایت پکتیا هم در بهار سال آینده پروژه کاریابی تطبیق میشه. پروژه کاریابی که برای ولایت خوست در نظر گرفته شده، قرار است 146 پروژه در ولسوالی‌های مندوزه، زازه و گربوس و همچنان در اطراف قریه هایی که در اطراف شهر خوست موقعیت داره، پروژه هایی چون حفظ و مراقبت و بازسازی صورت بگیره که در مجموع هزینه ای که برای ولایت خوست در نظر گرفته شده بیش از 79 میلیون افغانی است و برای بیش از 9000 تن از هموطنان ما زمین های کاریابی کوتاه مدت مساعد میشه. و در این زمان در ولایت خوست در سال مالی 1394 وزارت احیای انکشاف دهات توانسته که 425 پروژه انکشافی را تکمیل و بهره برداری بسپاره که از این میان روز پنج شنبه که گذشت، یعنی دو روز قبل، عملا 31 پروژه انکشافی توسط وزیر احیای انکشاف دهات تکمیل و یک تعدادش عملا افتتاح کرد. خیلی خوب آقای رستمی، در این سه ولایت که شما فعلا پروژه ها رفتین افتتاح کردین، در گذشته ها چقدر کار روی این پروژه ها در این ولایت ها صورت گرفته و آیا برنامه‌ای که در این سه ولایت دارین همچون برنامه‌ای را در ولایت های دیگه هم شما تصمیم دارین که داشته باشین یا خیر؟ خوب در قسمت سوال شما، اول من میخوایم که یک آمار کلی در رابطه با پروژه های انکشافی وزارت احیای انکشاف دهات طی 14 سال به این سه ولایت اشاره بکنم و بعد طی سال جاری وزارت احیای انکشاف دهات چی کارهایی را کرده خوب است به سوال شما پاسخ داده میشه.
وزارت احیاء و انکشاف دهات تا 14 سال گذشته از طریق برنامه های ملی خود 84728 پروژه انکشافی را در 34 ولایت کشور تکمیل و بهره برداری سپرده شده. البته این پروژه ها در سکتورهای مختلف بوده که از این میان سوالی که شما داشتین سهم ولایت خوست 2454 پروژه بوده، سهم ولایت پکتیا 2620 پروژه قسمی قبلا هم من اشاره کردم و سهم ولایت لغمان 2848 پروژه بوده. این آمارها نشان میده که حدود 20% از کل از این پروژه هایی که در ولایت ها تطبیق شده در سال مالی 1394 تکمیل شده، یعنی 80% در طی 13 سال گذشته تطبیق شده و 20% در یک سال تطبیق شده که خوشبختانه پیشرفت های کاری را دو برابر و سه برابر و در برخی از ولایت ها حتی 5 برابر نشان میده. درست در 34 ولایت افغانستان هم عین پروژه تطبیق شده. ما 84000 آمار را که برای شما اشاره کردم این در 32 ولایت 34 ولایت افغانستان در نظر گرفته شده. بستگی به ولایت ها نفوذ ولایت ها و موقعیت جغرافیاییشان دارد. در هر ولایتی که نفوذ بالا بوده تعداد قریه ها و ولسوالی ها بالا بوده طبعا پروژه ها زیادتر تطبیق شده، ولی در ولایت هایی که برعکس این معیارهایی را قبلا ما اشاره کردم پایین بوده پروژه های انکشافی هم کمتر بوده. و طی سال 1394 به صورت مجموعی وزارت احیا و انکشاف دهات در 34 ولایت کشور 13800 پروژه انکشافی را تکمیل و بهره برداری سپرده که در قرار است که کار 13000 پروژه که شامل پلان سال 1395 است تای سال مالی 1395 تکمیل و بهره برداری سپرده شود. البته 13000 پروژه در 34 ولایت افغانستان در نظر گرفته شده است. آقای رستمی، شما قبلا یادآور شدین که در ولایت هایی که اونجا ناامن است و همچنان ولسوالی هایی که گفتین خیلی ناامن است اونجا هم میخواین پروژه ها تطبیق کنین. به نظر شما در اونجا پروژه ها تطبیق خواهد شد؟ در گذشته ها در اون جاها چقدر پروژه ها تطبیق شده واقعا؟ خب بدون شک انکشاف و امنیت لازم ملزوم یک دیگر هستند. در جایی که امنیت است در اوج انکشاف هم است، در جایی که امنیت است پروژه هم به شکل متوازن تطبیق میشه و در جایی که امنیت وجود داره پروژه هم به شکل با کیفیت تطبیق میشه. متاسفانه خب چالش های امنیتی یکی از موانع اساسی صدرای پروژه های انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات تای چند سال گذشته در برخی از ولسوالی ها و ولایت ها بوده. اما این چالش ها بسیار حاد نبوده که پروژه های انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات به شکل کاملش تا یک سال متوقف بسازه. البته پروژه هایی که توسط وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق میشه با سایر وزارت خانه ها کاملا تفاوت داره. پروژه های وزارت انکشاف دهات از مجرای شوراهای انکشافی در سطح قریه ها تطبیق میشه. البته اکثریت از این پروژه ها، یعنی برخلافی که توسط شرکت ها تطبیق شده، خب طبعا شوراهای انکشافی دارای اعضا هستند، دارای رئیس هستند، منشی هستند، معاون دارند و اینا توسط در یک انتخابات آزاد توسط مردم محل انتخاب میشه و در هر ولایتی که مردم محل اراده بکنن و همکار اساسی دولت باشن و اراده بکنن که پروژه انکشافی در میجا اولویت بندی بکنن تا تطبیق شود، هیچ نیرویی نمیتونه مانع از اونها شود تا پروژه انکشافی در قریجاتشان تطبیق نشود. به همین من میخوام اشاره بکنم، به همین خاطر یکی از مشخصات یا معیارهای خوبی که وزارت تا چند سال گذشته کمتر با چالش امنیتی مواجه بوده همکاری مردم بوده. ولی به هر حال ما همیشه تقاضا کردیم که مردم همکاری بیش از گذشته داشته باشه. به هر اندازه ای که همکاری مردم در راستای تطبیق، نظارت و حفظ و مراقبت از پروژه های انکشافی بالا بره، به همون اندازه طبعا پروژه ها در دهات افغانستان بیشتر میشه. اما در برخی از ولایت ها درست چالش های وجود داشته. مثلا من میخوام اشاره بکنم چند قبل که جنگ هایی که در ولایت قندوز و فاریاب و برخ از ولایت های دیگری صورت گرفت تا حدی توانست به مدت دو هفته الی یک ماه پروژه های انکشافی را در برخ از ولسوالی ها متوقف بسازه. مثلا در قندوز در ولسوالی
چهاردره و حتی ولسوالی امام صاحب و قلعه زال پروژه های ما الی دو هفته متوقف بود، بخصوص پروژه سرکسازی ما. ولی با همکاری مردم محل کار از این پروژه ها پس از دو ماه با آنکه جنگ جریان داشت آغاز شد. اما آقای رسمی، چه دلیل؟ خب ما باز هم گفتم همکاری مردم شرط است. اگر همکاری مردم، یعنی اونا همکاری نمیکنن با شما؟ همکاری میکنه، یعنی من گفتم که همکاری مردم است که پروژه ما دوام پیدا نکرد تا متوقف شدنش. یلا دو هفته دوام پیدا کرد و پس از او کارها به شکل عادی آغاز شد و در حال حاضر هم جریان داره. بله. آقای رستمی، بازم برنامه شما چگونه هست که مردم بتونن بیشتر با شما همکار شوند؟ و بازم گفتم میشه که حلقاتی هستن که نمیگذارن که پروژه ها تطبیق شوند. آیا شما گفتم میتونین که در این حلقات کدام گروه ها هستن، کی ها هستن؟ خب طبعا البته این چالش جدی نیست که حلقات مانع تطبیق پروژه های انکشافی وزارت شوه. خب سفرهایی که ما به ولایت های مختلف داشتیم و این سفرها یک از مفیدیت هایش امی است که رهبری یک وزارت، فرد درجه اول یک وزارت با والی، رؤسای امنیت، قمانداران امنیت، ولسوال ها میشینه با بزرگای محل جلسه دایر میکنه تا از اونا بخواه که در عین زمانی که در راستای تطبیق پروژه های انکشافی ممانعت ایجاد نکنه، سهولت ها و فرصت های برای از پروژه ها ایجاد بکنه و مردم تشویق بکنه که بیش از گذشته همکار وزارت احیا و انکشاف دهات در راستای تطبیق پروژه ها باشه. خب شاید در برخی از ولایت ها بخصوص ولسوالی های ناامن، باز هم به سوال شما برمیگردیم که در ولسوالی های ناامن بوده و خصوصا قریجاتی که پروژه ها تطبیق نشده، خب طبعا یک از دلایلی که پروژه ها تطبیق نشده نفوذ زورمندان بوده و دخالت زورمندان بوده. و در هر جایی که دخالت زورمندان وزارت احیا و انکشاف دهات مشاهده کرده، پروژه ها را متوقف ساخته. حالا آقای رستمی، این زورمندان چرا مداخله میکنند و واقعا خواست اصلی از اونا چه هست؟ خب البته باز هم من تاکید میکنم که چالش جدی در برابر پروژه های انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات نیست. در برخی از ولسوالی هایی که یک تعداد حلقات تلاش دارن که پروژه ها متوقف شوند، شاید خواست اساسیشون این است که پروژه ها به نفع خودشان تطبیق شود یا به نفع خودشان در نظر گرفته شود. خب شما در یک قریه خانواده های مختلفی وجود دارد، در یک قریه است که 50 خانواده وجود دارد، در یک قریه است که بالاتر 100 خانواده وجود دارد. طبعا کسی که در قریه بزرگ است و از نفوذ بالقوه در قریه برخوردار است، تلاش میکنه که پروژه را به نفع خود تطبیق بکنه و در جایی که خودش میخواد این پروژه تطبیق شود. ولی قاطعیت و اراده در وزارت احیا و انکشاف دهات بخصوص در رهبری وزارت بسیار جدی بوده و ما نگذاشتیم که نفوذ زورمندان و نفوذ کسایی که میخواد پروژه به نفع خودشان تطبیق شود مانعشان شدیم. و موارد زیادی وجود داره که و زمانی که زورمندان خواستن که پروژه ها به نفعشان تطبیق شه، وزارت اصلا نگذاشته که پروژه تطبیق شه. مثلا من میخوام اشاره بکنم، در گذشته وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامه های مختلف خود به زیاتر هم در برخی از قریجات به حفر چاهای آب آشامیدنی اقدام میکرد. شاید در موارد یک از شکایت هایی که وجود داشت همی بود که چاها در جاهای حفر شده که متنفذین قوم وجود داشته و بزرگ محل وجود داشته یا طبعا زورمندی وجود داشته. ولی در حال حاضر وزارت روی کلستر سازی کار میکنه، روی پروژه های بسیار بزرگ کار میکنه و ما تلاش ما این است که پروژه هایی که به نفع یک فرد یا یک خانواده و دو خانواده و سه خانواده تمام شود، ما از او جلوگیری بکنیم و پروژه هایی را تطبیق بکنیم که به نفع مردم در سطح یک قریه تمام شد. آقای رستمی، واقعا خواست مردم چه هست و چه کارهای در ولایت ها تا حال نشده که شما او را برنامه‌هایی دارین که کارها را باید انجام بده؟ خب طبعا در افغانستان، بخصوص در دهات افغانستان که حدود 20 میلیون به اساس آمارهای اداره احصای مرکزی، 20 میلیون از مردم افغانستان در دهات زندگی میکنن، نیازها و توقعات بالایی دارن. ولی در این زمان امکاناتی که حکومت افغانستان، من میخوام اشاره بکنم، امکاناتی که حکومت دارن محدود است. خب یکی از مشکلات اساسی و یکی از خواستهای اساسی مردم، بخصوص دهاتیان عزیز ما، سرکای مواصلاتی است، تأمین آب آشامیدنی صحی است، ساخت پل و پلچک است،
در ساخت مکاتب است، ساخت مراکز صحی است، ایجاد بندهای برق آبی کوچک است و ده ها توقعات و نیازهای دیگه ای که در سطح یک روستا نیاز است. در این زمان شما شاهد بودین که در پنجمین کنفرانس ملی مشورتی شوراهای انکشافی که بیش از 520 تن از اعضای شوراها از 34 ولایت افغانستان بر تالار لوی جرگه جمع شدند، اینا یک تعداد خواستها و نیازهای اساسی را به او پرداختن و خدمت رئیس جمهور ارائه کردن که اونا به 6 خدمت اساسی که از خدمات اولیه محسوب میشه اشاره داشتن. بیشتر نیازهای اساسی من میخوام اشاره بکنم. البته اعضای شوراهای انکشافی که از 34 ولایت آمدن 6 خواست اساسی داشتن. خواست اولشون افزایش ساخت سرکای دهاتی که همو زیرمجموعه ترانسپورت مطرح میشه که مثلا اونا در فصل زمستان مشکل بله و موضوع دوم تعلیم و تربیه است که در متاسفانه در برخی از قریجات هنوز هم ساختمان مکاتب وجود نداره و در برخی از که با چالش جدی روبرو هستند. مسئله سوم برق هستند که خب متاسفانه نه تنهایی که شهرهای افغانستان، خب دهات یک امر معمول است که تا حال اونا برق ندارن. برق ندارن، البته یک تعدادشان با استفاده از سولار و بندهای برق آبی کوچیکی که تا چند سال گذشته در برخی از ولسوالی ها وزارت احیا و انکشاف دهات و دیگر وزارت خانه سکتوری ساختن، یک تعداد از ولسوالی ها دارای برق هستند اما اکثریت نیستن، از این نعمت محروم هستند. و مسئله سوم بهبود زراعت و مالداری بود و در عین زمان ایجاد یا افزایش مراکز صحی در سطح قریجات، اینا از خواستهای اساسی بودند که اعضای شوراهای انکشافی برای رئیس جمهور و مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات مطرح ساختند. به همین خاطر حکومت وحدت ملی برنامه جدید را تحت نام میثاق شهروندی مطرح کردند که این میثاق شهروندی قرار است در اکتبر سال 2016 که جاگزین برنامه همبستگی ملی شود و قرار است با آغاز برنامه میثاق شهروندی برای 6 خدمات اساسی که ما قبلا مطرح ساختم و هم از نیازهای اساسی مردم بود به او پرداخته شود. سپاس اکبر رستمی، حرفا زیاد است ولی در پایان برنامه قرار داریم. از اینکه در زیربنا تشریف آوردین و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ بعض اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل. دلار آمریکایی 68 افغانی و 60 پول، 1 یورو 74 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 50 پول، 1 درهم امارات 8 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول، 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی و 1000 کلدار هندی 1030. این هم نرخ طلا در بازار امروز کابل. 1 گرم طلای کویتی 2250 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 2200 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2300 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2000 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 1750 افغانی، 1 گرم طلای روسی 1550 افغانی. و این هم نرخ مواد اولیه. 1 کیلو شکر 45 افغانی، 1 بوری آرد خارجی 1380 افغانی، 1 بوری برنج خارجی 2200 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 47 افغانی و 1 کیلو گاز 44 افغانی. بیننده های عزیز سپاس از همراهیتان. تا این دم تا فردا، خدا نگهدار.